مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسبال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا نشست هفتگی خود را با حضور حجت الاسلام و شیخ مصطفی محمدی رئیس این مؤسسه و دیگر مسئولان مربوطه در دفتر مرکزی این مؤسسه برگزار کرد در این جلسه طرح چشمانداز مؤسسه مسبال حسین علیه السلام تا سال 2030 برای حضور 50 میلیون زائر در اربعین در دستور کار این مؤسسه قرار گرفت و مقرر گردید این طرح پژوهشی در سال جاری از اولویت های مؤسسه مصفال حسین علیه السلام قرار گیرد. همچنین مقرر گردید با بررسی نیازهای زیربنایی شهر مقدس کربلا جهت پذیرش 50 میلیون زائر در ایام اربعین حسینی تا 8 سال آینده و تأمین نیازهای مختلفی چون تقدیم ویزای رایگان، اسکان، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، آب آشامیدنی، برق و دیگر نیازهای اولیه 50 میلیون زائر حسینی از سراسر کره زمین و ارائه آن به حکومت محلی و حکومت مرکزی کشور عراق سعی در خدمتی بهتر به زائران حسینی این شهر مقدس در ایام اربعین گردد. شاین ذکر است در سال 2016 حدود 11 میلیون زائر در اربعین شرکت کردم و این عدد در سال 2017 به حدود 13 میلیون نفر رسید و به مرور در سالهای بعد بیشتر شد. امسال یعنی در سال 2022 طبق آمار رسمی اعلام شده تعداد زائران به بیش از 21 میلیون رسید و پیش بینی می شود در سال 2030 به 50 میلیون زائر برسد که بیشتر آنها زائران خارجی خواهند بود. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است مذاکراتی صورت گیرد تا در ایام اربعین حسینی کشور عراق ویزا را برای شهروندان کشورهای مختلفی از جمله استرالیا، آمریکا، کانادا، هند، پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی و دیگر کشورهای جهان لغو کند. در صورت تحقق این هدف قطعا تعداد زایران اربعین در 2030 از 50 میلیون زائر فراتر خواهد رفت لازم به ذکر است همواره بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامز لوح در رهنمودها و بیانات خود بر تلاش هرچه بیشتر جهت خدمت رسانی به زاران حسینی و تلاش برای نشر و گسترش هرچه بیشتر شهر حسینی تاکید کردهاند و آن را واجب عینی دانستند ایشان افزودند به زودی زاران شهر مقدس کربلا به دویست میلیون نفر در ایام عربین حسینی خواهد رسید که بر همه ما واجب است زیر ساختهای لازم جهت رفاه و تأمین نیازهای ایشان را ایجاد نماییم.